مثلا تو شبکه‌های مجازی خیلی معدود افرادی هستن که با یه ذهن‌های بسته حالا میان یه کامنتایی میذارن که اصلا من حقیقتا هیچ وقت جواب ندادم، ولی خود مردم میرن جواب این افرادو میدن. ولی شوخی که خیلی برام خنده داره و اصلا نباید بکنن اینه که اصلا میگن خوبه دیگه تو اسباب کشی مثلا چیزای سنگین شما بلند میکنی، ولی اصلا همچین چیزی نیست. ولی بعضا میان صحبتایی میکنن که برای من عجیبه، خونه بعضا ناراحت کننده است. اینکه مثلا میان راجمی که یه خانم بیاد سمت وزن برداری، نمیدونم بارداریش و زنانگیش به مشکل میخوره. خدا زن آفرید که بیاد 277 کیلو وزنه بزنه مثل رضازاده، باید 250 کیلو بزنه بهترین وزن بردار جهان باشه یا بهترین مادر دنیا باشه؟ کدوم یکی؟ جا نیافتادنش الان بهتر شده، این نسبت به قبل مردم اطلاعات بیشتری دارن و خیلی حمایت میکنن، تشویق میکنن، افتخار میکنن به اینکه مثلا بانوان سمت وزن برداری میان. وزاری بانوان به مسابقات قهرمانی آسیا موافقت کرد. این مسابقات از 29 فروردین تا 8 اردیبهشت ماه در چین برگزار میشه و در روزهای اخیر اعزام تیم ملی بانوان به این مسابقات به اما و اگر کشیده شده بود که سرانجام دیروز وزارت ورزش مجوز اعزام دختران وزن بردار را صادر کرد. الهام حسینی هستم، این داستان زندگی منه. خب خیلی شرایط سختیه که حتی هنوز تو مثلا رفتی مدال آسیایی هم گرفتی، تاریخ سازی کردی، ولی وقتی برمیگردی شهرتون اولا جای تمرین نداری. وقتی که مثلا بچه بودم مسابقات مردان آهنین رو مثلا تلویزیون پخش میکرد، میرفتم با داداش کوچیکم تو حیاط آیتم میچیدیم، کنده درخت داشتیم، نمیدونم بلوک سیمانی بود، خیلی دوست داشتم مثلا اینا رو بلند میکردم. من قبل که بیام وزنه برداری مچ‌اندازی کار میکردم که مسابقات کشوری هم مدال دارم، هم تو چپ دست هم راست دست مدال طلا دارم. به نظرم این جنسیتی کردن ورزش‌ها کار درستی نیست، ولی که بگیم نه رشته مردون از زن ها نباید کار کنن اتفاقا کاملا غلطه و خیلی هم مفید هست برای خانوم ها کار با وزنه و تو کل دنیا خیلی از خانوم ها حتی در دورانی هم که باردار هستن دارن وزنه برداری کار میکنن. زمین مثلا اولین نکته که میپرسن میگن خانم شما ورزشکارین؟ برای این رو داشتم که اولین مدال‌آور تاریخ وزن برداری بانوان باشم که خیلی افتخار بزرگیه. یعنی واقعا میبالم به اینکه اسمم توی تاریخ ثبت میشه. خوشحالم واقعا. جام نعیم سلیمان اوغلو در کشور ترکیه که یکی از گزینش‌های المپیک 2020 توکیو بود، من اونجا موفق شدم که 3 تا مدال برنز بگیرم که شد اولین مدال تاریخ وزنه برداری. من تونستم سال گذشته در بازی‌های کشورهای اسلامی اولین مدال طلا رو بگیرم که اونجا در یک ضرب طلا گرفتم، 2 تا برنز گرفتم در 2 ضرب و مجموع. در قهرمانی بزرگسالان آسیا موفق شدم 3 مدال طلا بگیرم که این هم اولین مدال طلای آسیایی بود که در وزنه برداری بزرگسالان کشور به دست اومده بود که این هم خدا رو شکر به تاریخ پیوست. خدا رو شکر با توجه به اینکه فدراسیون یه برنامه‌ای برام داره، سرمربی خوب آقای کوروش واقعی رو گذاشتم بالای سر ما. من مطمئنم با ادامه همین روند مدال جهانی دور از دسترس نیست. تو این روزهای سخت کرونایی هم برای رسیدن به اهداف بزرگتر تمریناتشو قطع نکرده. ما فعلا اردویی نداریم، ولی من تمرینات خودم رو پیگیری می‌کنم مرتب، چون برای رسیدن به اون رکوردی که روی مدال هست باید هر روز تمرین کنم. سر بالا. مسابقات آسیایی امسال بود که من دست وزنی 81 بودم که از دست وزنی المپیکی هست، تونستم اونجا نسبت به سال قبل 10 کیلو افزایش رکورد داشته باشم که 106 کیلو یک ضرب زدم، 131 کیلو دو ضرب زدم و توتالم 237 شد که
بیشترین مجموعه بود که در کل همه ادوار وزنه‌برداری که خودم کار کردم ثبت کردم. در هر وعده تمرین تقریباً 20 پوند میشه. وزنه‌برداری خیلی آدم رو صبور میکنه. من به شدت آدمیم که رقابت رو دوست دارم. یعنی عاشق اینم که تو رقابت بیفتم، بجنگم، به دست بیارم. اخلاقم کلا همینجوریه. ببین زندگی قهرمانی تنوع نداره. پارسال یادم بعد از مسابقات کلمبیا تا مسابقات آسیایی که رفتیم 7 ماه خانواده‌مو ندیدم. تفریحاتم فیلم مثلا ببینم، برم مثلا بیرون یه همبرگر بخورم، یه بستنی بخورم. تو سواری کردم؟ نه خودم ندارم، حالا بردارم دو شلو که اخو داری. این روز اومد به من یاد بده، هی میگفت مثلا کلاژ بگیر، گاز بده. من گاز گرفتم، کلاژ بگیر. دیگه میرفت موتور. هی میگفت باز نده، من هی گازی میدم. گرفتن موتورو. نه توی چیز سهر و محروب بود و اینه تو خیابون بود، 4 تا کشته میدادیم. من خیلی دوستم خیاطی بلد باشم. به خاطر اینکه لباس هیچ وقت سایزم گیر نمیاد. همیشه مشکل سایز دارم. خیلی دوست دارم یه ساز یاد بگیرم. مثلا یه چیزی بتونم. من مثلا ویولون خیلی دوست دارم. ستار دوست دارم. ولی خیلی کار سختی میکنم. دیشبی که دوستام نوشته بود الهام در حال آشپزی، یه استیکر بود، هی غذا درست میکرد، دوستش منتظر بود، هی خودش میخورد. مشکلاتی که هست، ببین وزنه برداری زمانی که شروع شد توی بانوان یه مقدار به زیر ساختا توجه نشد. خب خیلی شرایط سختیه که حتی هنوز تو مثلا رفتی مدال آسیایی هم گرفتی، تاریخ سازی کردی، ولی وقتی برمیگردی شهرتون اولا جای تمرین نداری. مثلا خیلی از رشته‌ها الان مثلا جا افتادن. فرضاً شما مثلا تو دیگه کوچیک‌ترین شهر کشور، حتی بخش، حتی روستا، یه سالن والیبال هست، یه سالن بسکتبال هست، کشتی هست. ولی وزنه‌برداری بانوان یا کلاً رشته وزنه‌برداری خیلی مظلومه. یعنی بعضاً اکثراً وقتی میری توی شهرستان‌ها بدترین جای ممکن، یه جایی که اصلا شاید از نظر تهویه، از نظر نظافت، از نظر اینکه میله و تخته استاندارد وجود داشته باشه اصلا وجود نداره. ببینید مثلا یه بحثایی هست بعضی وقت تو فضای مجازی مثلا من میبینم، ولی بعضا میبینن صحبتایی میکنن که برای من عجیبه. خونه بعضی وقت بعضا ناراحت کننده است. اینکه مثلا میان راجمی که یه خانم به سمت وزنه برداری، نمیدونم بارداریش و زنانگیش به مشکل میخوره. مثلا من نمیدونم آدمایی که میان این حرفا رو میزنن پزشکن، مقاله‌ای توی زمینه مثلا دارن، یا خودشون رفتن چند تا کیس استادی آوردن روشون کار کردن، دیدن که آره مثلا اینا وزنه زدن، این اتفاق افتاده براشون. و حتی بعضا من بعضی از رقبامون رو تو کشورهای دیگه میبینم که مادرن، یعنی بچه هم دارن، یا بعضی از وزنه برداری که الان گذاشتن کنار، حتی مثلا ازدواج. و اینکه یکی دیگه اینکه این مسئله شخصیه. ببینید وقتی یه نفر تصمیم میگیره یه کاری رو انجام بده، عواقبش حتی به خود اون شخص برمیگرده. بقیه در جایگاهی نیستن که بیان نظر بدن. یه سری چیزا رو که من میبینم حقیقتا ناراحت میشم، چون میبینم که خیلی کوتاه فکران است و اصلا هیچ چیزی پشت این قضیه جز اینکه این آدم احساس میکنه الا یه زن قوی باشه چقدر به ضرر منه. به قول معروف وزنه برداری و زنای وزنه بردار آزاری برای کسی ندارن. از این دوستان میخوام نگران چیزی نباشن. ولی یه سری کارا هست که چون هر کسی سمتش نمیاد خیلی آدمو منحصر به فرد میکنه و این از بازخوردهایی که من میگیرم تو جامعه بهم ثابت شده. ولی وزنه برداری شوخی نیست. یعنی شما به صورت بازی هم نمیتونی انجامش بدی. حتی میله خالیش هم سنگینه. از یه جانشینی قرض دادن خیلی بدم میاد. همیشه محدودیت ها رو دردا رو یه فرصت دیدم. دوست دارم که مخصوصا دخترای جامعه هم به توانایی‌هاشون ایمان داشته باشن، چون هیچ چیز نشدی وجود نداره. قوی اون کسیه که بمونه و دوام بیاره.